من برای همه می نویسم، من برای مخاطب غایب می نویسم، به هر کی ادبیات دوست داره، برای شما، برای ایشون، برای ایشون، برای یه تصویر کلی از آدمایی که می خونم. ولی من با تجربه خودم که میام تهران، میام که بیشتر از همه اونهایی که مثلا چاپ پنجم، حالا که خودش رسیده به چاپ دهم، کتاب منو می خرن، جوون ها هستن. جوون دیگران هم می خرن، خیلی همه اینا، ولی جوون ها خیلی کاری منو دوست دارن، منو میشناسن، میان مثلا تو خیابون دورم رو میگیرن، با هم حرف میزنن، اصلا برام یه دلخوشی عجیب و غریبی داره این جوان ها که اینقدر دوست دارن کارامو. ولی خب پیران دوست دارن، متوسط سنام دوست دارن، یه دی دوست دارن دیگه. به من خوشبختانه یک سری مخاطب دارم، میدونی؟ بعضی ها هم خب اصلا من نمیشناسن، مثلا همینجا بودم خونه این پسر دارم، یک خانم آقایی بودم، اصلا نمیدونستم من کیم. اینها اهل ادبیات هم بودم و اینجا هستن دیگه، میدونین، خیلی تعجب کردن که من کتاب چاپ کردم اینها. ولی خیلی بخاطر حالا بگید چه جوری من که راجع به نوشتنم بگم، چی بگم راجع به نوشتنم؟ چجوری آغاز میشه؟ از چه مسیری رو طی میکنی وقتی شروع میکنی؟ واقعا کافیست که خب بیام تا حالا یاد ننه اناجی رو ببینم، با اون میشه یه قصه. ممکنه یک کسی دیگه از کنار ننه اناجی دستشو بره، اون برای جاسم بشه یه پیرزن مزاحم، برای من میشه یه قصه. من دنبالش رو مثلا اتحاد دنبالش هم میگیرم بید ماجرای ننه اناجی بسید خودش چیزیه. حالا وقتی بخونید نمیگم که بخونید. و بعد امینه مثلا خودش داستان قصه های آدم ها برام همه قصه میشن. اصلا هر آدمی میتونه قصه شه برام به یک نوعی که میشنم فکر کنم. شاید یه جمله من مثلا موسیقی من خیلی دوست دارم، ولی موسیقی چیزی به میدونی برای من قصه نمیشه، کلام باید باشه. یه جمله کافی است یه جایی بخونم توی کتابی، یه مرتبه خیلی تکونم بده، اون یه مرتبه شروع میکنه یه تارنکه بود دور خودش بافتن و نوشتن و قصه میشه. من بیشتر قصه گو هم، این قصه ها رو می نویسم، ولی در حقیقت از اشیگم مادرم با قصه گویی آمدم بیرون. پدرم همیشه میگفتش که من اینو بر پای چیز ساختم، منبر رو تریاکی نبود بگی پای منبر، ولی پای من، ولی من اینقدر حرف میزدم قصه میگفتم، قصه میگفتم، دارم هم دیگونه میکردم. از اون دقیقه ای که از خواب بیدار میشدم باشم یه قصه از خودم میبافتم، میگفتم همه چی برام قصه بود، عاشق قصه بودم، همیشم هستم. چند درصدش بافته میشه، چند درصدش باقی میزان فیکشن شما چجوریه؟ حالا هر چی که نوشتم 80% واقعی بوده، بیشترش من بافتم، جهان بخانه رو بهش اضافه کردم. نه یعنی اون جنبه های تراجیکش رو بهش دادم، اون داستان های اناری خیلی چیزها رو میگه که مثلا نگفته، یعنی من خودم بهش اضافه میکنم. ولی حالا که دارم مثلا قصه های جدید میگیسم یا 10 تا قصه نوشتم، هیچ کسی جالب نیومده سر راهم که ببینم یا چیزم بکنه، ولی خودم فکر میکنم و روی یک چرا. البته بانو خانم یه قصه ایست که خیلی قشنگ در مورد بانو خانم، من دبیرستان انشاءالله رفتم، دبیرستان زرتشتی ها بود و این ناظر ما بود و این اصلا یک شخصیتی هم روی آرکیتیپ یک خانم ناظمه، همیشه یک چوبی دستش بود و ما استعدادش رو کوتاه بپوشیم و من همیشه میپوشیدم و این دنبال من میکرد، این دختر یه بی‌حیا دنبال من میکرد و منم یه دختر دایی دارم که آره فردا میخوام برم بیشه، چون که اصلا دیوانه بود دنبال اون میکرد و بچه های دیگه. و خیلی زنی برای ما اصلا اینقدر از این میترسیدیم که این واقعا ترسناک ترین وجود دنیا قدرت مطلق بود. و بعد این قدرت مطلق در انقلاب من که شکست داد، داغون شد، یه چیز کوچیک پلاسیده حیوانکی شد که من وقتی دیدم فقط دلم براش میسوخت. بعدا این قدونم یه بازی قصه واقعیه اینا، اما چندین قصه دارم که
روی فکر بشم، روی یه فکری، روی فکری که دور اون فکر خیلی چرخیدم بسن بشم. شاید به خوبی قصه دیگه هم نشه، نمیدونم. حالا این طرف بفهم. اولا خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم. من که از مشاوری که آثار شما هستم به خصوص قابل جلسه اسلامی و به از این میخواستم ببینم چه آثاری رو شما الان در حال حاضر با نویسنده صندوقی رو میخونید و علاقمندید و چه کسایی به شما روی شما کار شما اثر گذاشتن و به چه زبون بیشتر میخونید؟ به انگلیسی میخونم. من اصلا همش به انگلیسی میخونم. فرانسه میخونم. بعد از 34 سال دیگه فرانسه دیگه نخونم نمیشه. ولی اصولا انگلیسی میخونم. همیشه به وقتی میخوام قصه بنویسم به انگلیسی فکر میکنم. اول به انگلیسی فکر میکنم. به انگلیسی میخونم و فرانسه هم میخونم. خب بالاخره چون دو زبون بلدم ادبیات جهان خیلی باهاش سر کار دارم. ادبیات انگلیسی که میخونم کسی مثلا نویسنده محبوب من نابوکوفه. نابوکوف خیلی دوست دارم. تمام قصار کتاباشو خوندم. سلمان رشدی رو خیلی نثر قوی داره، اصلا به دنیای عجیبی چیز میکنه، خیلی قویه، رنگین اینا، اون رو دوست دارم خیلی میکنم. و نویسنده های هر نویسنده های دیگر میکنم، حالا نویسنده شاید اسمشون دقیق یادم نیاد، ولی نویسنده فرانسوی رو خیلی میخونم. حتی بگم الان فرانسه نویسنده های کلاسیکشون رو بیشتر دوست دارم و میخونم و پروست و نویسنده های دیگه، ولی فرانسه در حال حاضر اصلا ادبیاتش خیلی ضعیف شده. هیچ نویسنده ای نیست که بگم الان من فرانسوی عاشقش هستم. ولی خب انگلیس ها، ایرلندی ها نویسنده های خیلی عالی دارم، بیشتر اونا رو میکنم. ای حالا الان مدتی است که تمام چون دنبال کلمه من کلمه میگردم، خیلی کتاب های لذت میبرم که میرم ایرون کتاب نمیدارم با خودم. اینا کتاب های قدیمی ایرونی رو میخونم، مثلا بیسورامی نمیدارم، تمام اینا رو میخونم. من خیلی خیلی اینا رو دوست دارم. من درس میدم، مثلا هفت پیکر رو امسال درس دادم برای شاگردان، خیلی برام جالب بود. همه اینا رو که میخونم خیلی دوست دارم. واقعا یه گنجینه بی‌نظیری هست. یه خیلی قدیمی ها بفهمم.